جان بولتون مبصر شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و نماینده سابق آمریکا در ملل متحد یکی از طرفداران اقدام نظامی در برابر کره شمالی بوده و خواستار تغییر رژیم در پیانگ یانگ و ایران می باشد. آقای بولتون ماه گذشته گفته بود که ایالات متحده وقت کافی را صرف دیپلماسی با کره شمالی کرده است. برای 25 سال از طرق مختلف بر مذاکرات کوشیدیم و ما نتیجه در پی نداشت. چه امید وجود دارد که یک نتیجه مختلف را در سال 26 خواهیم داشت؟ جان بولتون توافقنامه هسته‌ای ایران را نیز یک اشتباه دیپلماتیک عنوان می کند. فکر می کنم توافقنامه هسته‌ای ایران که رئیس جمهور اوباما آن را در سال 2015 امضا کرد یک اشتباه استراتژیک برای آمریکا بود. فکر می کنم ایران از آن تخطی می کند. فکر نمی کنم که ایران از هدفش که داشتن سلاح هسته‌ای است صرف نظر کند. حامیان و منتقدین آقای بولتون هر دو بر این موافقند که او دارای یک شخصیت تندتر و کسی است که نسبت به مکماستر مشاور امنیت ملی قصر سفید که قرار است آقای بولتون مسئولیت او را به زودی عهده‌دار گردد اقدام نظامی را بر دیپلماسی ترجیح می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند که این فاکتور باعث شده تا ترامپ آقای بولتون را انتخاب کند. رئیس جمهور ترامپ به بولتون منعیس یک هموطن می نگرد که یک موقف شدیدتری را در برابر ایران و کره شمالی خواهد داشت. امریکا با پالیسی رئیس جمهور یعنی پالیسی اولویت دادن امریکا بیشتر در مطابقت قرار دارد. در عین حال تعداد از تحلیلگران دیگر به این باورند که آقای بولتون نسبت به رئیس جمهور ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدگاه سخت گیرانه تر دارد. فکر می کنم جان بولتون بدترین کابوس برای روسیه است. موضوع گیری او در برابر مسکو همیشه شدید بوده است. فکر می کنم که آقای بولتون پیشنهاد بعضی از تغییرات در پالیسی اش را خواهد کرد که یکی آن ممکن فروش اسلحه بیشتر به اوکراین باشد. اما با وجود این همه، بیشتر تحلیلگران بر این موافقند که حتی اشخاص تند و سختگیر چون جان بولتون نیز باید با آن چیزی که رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد خود را عیار کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.